میدونید که جبریل به شکل‌های مختلفی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میومد، گاهی وقت هم به شکل شخصی میومد، چنانچه ذکر کردن که بیشتر به شکل صحابی به نام دهیه کلبی رضی الله تعالی عنه میومد و حضور پیدا میکرد. به هر حال بحثمون این است، بحثمون مسائل اعتقادی است که ارکان ایمان و ارکان مسائل اعتقادی این 6 چیز هستند که در این حدیث صحیح بخاری و مسلم اومدن و همچنین در قرآن کریم در آیات متعدد نه در یک جا به صورت پراکنده ذکر شدن. خب اولین رکن ما پس که مورد بحث ماست، ما امروز میخوایم در موردش بحث بکنیم، مسئله ایمان به خداست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث به عنوان اولین رکن مطرحش کردن. وقتی که ما میگیم که ما ایمان به خدا داریم، معنیش این هست که ما خدا رو قبول داریم، خدا رو خالق، رب، پروردگار و آفرینش جهان میدونیم و فقط خدا رو عبادت و پرستش میکنیم و معتقدیم که خداوند همه صفات کمال رو خوب و کامل رو داره و از هر گونه صفت بدی خداوند مبرا و پاک است. خلاصه ایمان به خداوند عزوجل، مجمل ایمان به خداوند عزوجل این است که ما ایمان به وجود خدا، به این که خدا خالق و آفریننده جهان هستی است و ما تنها خدا را عبادت میکنیم و خداوند همه صفات کمال و خوب رو دارد و از همه صفات نقص پاک است. و در واقع وقتی که ما این تعریف اجمالی رو از ایمان به خدا میکنیم، در واقع خود به خود داریم میگیم توحید بر 3 قسم است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت، کلمه توحید در لغت به معنی یگانگی، تنهایی، یگانه پرست بودن و به کسی رو به تنهایی قبول داشتن. وقتی که ما میگیم توحید ربوبیت یعنی خداوند در رب بودنش، در پروردگار بودنش و در خالق بودنش یکتاست. فقط خدا خالق و آفریننده و مدبر و محیی و ممیت و رازق و نفع رساننده و ضرر رساننده است، کسی دیگر نیست. و وقتی که میگیم توحید الوهیت یعنی توحید عبودیت، یعنی توحید بندگی، یعنی تنها خدا را بندگی کردن، یعنی همه اعمال و رفتار و کارهایی رو که انجام میدیم صرفا به خاطر خدا انجام بدیم. و وقتی که میگیم توحید اسما و صفات، اینها تعریف اجمالیشون هست، ما به صورت مفصل به هر یکی میپردازیم. و وقتی که میگیم توحید اسما و صفات، مفهومش این است که تمام اسمها و صفتهایی که در کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای خدا ذکر شدن، ما اونها رو بدون تحریف و بدون تأویل و بدون کم کردن یا اضافه کردن میپذیریم. پس ایمان به خدا در واقع شامل این 3 نوع توحید هست، یعنی توحید ربوبیت، خالق و آفریننده فقط خدا رو دونستن، توحید الوهیت یا عبودیت یعنی خداوند رو فقط معبود دونستن و فقط اونو عبادت کردن، و توحید اسما و صفات یعنی تمام اسما و صفتهایی که در قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده اونطوری که وارد شده هم بپذیریم. حالا بد نیست اینجا به این مسئله هم روزی برسیم که اساساً انسان‌ها وقتی که به دنیا میان بر اساس توحید به دنیا میان، بر اساس یکتاپرستی به دنیا میان، یعنی مسئله توحید و یکتاپرستی در فطرت و در درون و ضمیر انسان‌ها گذاشته شده است. اینم آیه‌ای است در قرآن کریم که قرآن کریم می‌فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. دین خدا در واقع فطرت الهی است، توحید و یگانگی فطرت الهی است که خداوند در بشر گذاشته. خداوند این فطرت یعنی حس خداجویی و حس خداپرستی و حس یگانه پرستی رو در وجود انسان گذاشته. یا اون حدیث دیگر که بارها خدمت شما گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح مسلم و صحیح بخاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ مسلمان نیست مگر اینکه بر فطرت به دنیا می آید، بر فطرت پاک به دنیا می آید، یعنی بر توحید و یکتاپرستی به دنیا می آید. این پدر و مادرش هستند که یهودیش می کنند، مجوسیش می کنند یا نصرانیش می کنند، یعنی این محیط هست،
این محیط تربیتی هست، محیط خانواده، محیط مدرسه است که به هر حال فطرت رو تغییر میدهد. در حدیث قدسی هم باز که اومده که امام مسلم در صحیحش روایت کرده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینی خلقت عبادی حنفاء کلهم، من همه بندگانم را بر دین حنیف یعنی بر اساس یکتاپرستی خلقشون کردم و انهم استالتهم الشیاطین، این شیطان ها هستن که اونا رو گمراه کردن. به این خاطر خداوند عز و جل وقتی که آدم علیه السلام را آفرید و به دنبالش فرزندانش را آفرید، تا قرنها فرزندان آدم و نسل آدم خداپرست و یکتاپرست بودن، تا اینکه نهایتا شیطان اونا رو فریب داد و قوم نوح علیه السلام رو بت‌پرست گردان، که خداوند نیاز دید و ضرورت دید که بعد از اینکه قوم نوح به بت‌پرستی گرایش پیدا بکنن، خداوند انبیا علیه السلام رو برای هدایت اونها بفرستد. پس اساسا اولین رکن ایمان، ایمان به خداست. ایمان به خدا شامل توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات است و توحید و یگانه پرستی رو خداوند در وهله اول در فطرت انسان و در درون انسان گذاشته که اگر سرشت و طبیعت انسان دستکاری نشه و به صورت طبیعی باشه، انسان‌ها همه‌شون یکتاپرست هستند. اما اینکه ما بخش اول توحید رو که ما توحید از توحید ربوبیت صحبت می‌کنیم، چه دلایلی در قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد که ما میگیم خداوند تنها خالق و تنها آفریننده و تنها مالک و تنها پادشاه و تنها گرداننده جهان هستی و تنها کسی است که میتواند نفع و ضرری ضرر برساند. دلایل توحید ربوبیت در قرآن و سنت بسیار زیاد هستند، به حدی که شاید کمترین سوره ای از سوره های قرآن کریم وجود داشته باشد که درش از توحید ربوبیت سخن به میان نیامده باشد. هر جایی که کلمه رب یا یکی از مشتقات رب ذکر شده به معنی پروردگار و خالق، اشاره به توحید ربوبیت داره. هر کجا کلمه مالک، کلمه رازق، کلمه مدبر، کلمه متصرف در جهان و خالق امر و کن در قرآن کریم اومده، همهشون دلیل بر توحید ربوبیت هستن. همهشون دلیل بر این هستن که خالق و آفریننده فقط خداست. و در اولین سوره قرآن کریم در سوره فاتحه اومده هست که الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش از آن الله هست. کدوم الله؟ رب العالمین، اون اللهی که پروردگار جهانیان هست، یعنی ربوبیت فقط از آن اوست. در جای دیگه قرآن کریم میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند اون ذاتی است که هر اون چیزی که در روی زمین است او خلق کرده. پس خالق و آفریننده فقط کیست؟ فقط خداست. در جای دیگه میفرماید الا له الخلق والامر، بدانید که خلق و امر از آن خداست، یعنی این خداست که دنیا رو خلق کرده و این خداست که هم در دنیا تصرف میکنه و امر رو دستور میده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خداوند هست که تنها رزق دهنده و صاحب قدرت محکمی است. و آیات زیاد هستند، احادیث هم در این زمینه زیاد هستند و اساساً در توحید ربوبیت ما بحث زیادی هم نداریم. اما اینکه از کجا به توحید ربوبیت برسیم، چطوری بفهمیم که خالق و آفریننده فقط خداست، من بحث گذرایی میکنم. قرآن کریم میفرماید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و در درون خودتون هم وجود دارد، آیا شما نگاه نمی کنید؟ یعنی از تفکر و تدبر در آفاق و انفس طبق این آیه قرآن کریم، انسان به این میرسه که خالق و آفریننده فقط خداست و یک ذات مدبر و عالم و عاقل پشت سر این جهان هستی است که این جهان هستی رو خلق کرده و به حرکت در می آورد. در جای دیگه قرآن کریم می فرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء تا آخر، میگه همه این پدیده هایی که در دنیا شما میبینید، خلقت آسمان ها و زمین، آمد و شد شب و روز، کشتی که با این همه وزن بر روی آب حرکت میکند،
آبی که خداوند از آسمان فرود می آورد و دنیا رو بعد از اینکه مرده است